Orlando, Lex Nixon. Violent pleasure. نسخه سوم مافیا 6 سال بعد از مافیا 2 عرضه شد. آیا این بازی شاهکار بعدی بازی‌های جهانبازه یا اینکه یه بازی ضعیف قلمداد میشه؟ واسه اینکه جواب این سوالا رو بدونین، با زومجی و بررسی بازی مافیا 3 همراه باشین. قبل از اینکه مافیا 3 عرضه بشه، از یه طرف به دلیل تازه کار بودن هنگر 13 نگران کیفیت بازی بودیم و از طرفی هم قرار گرفتن اسم 2K Games به عنوان ناشر خیالمون رو از این بازی راحت میکرد. ولی حالا که مافیا 3 عرضه شده، میتونیم بگیم که نه یه شاهکار تمام عیاره و نه یه بازی ضعیف، بلکه بیشتر شبیه یه اثر نیمه تمومه که ای کاش مثل خیلی از بازی‌های دیگه با تأخیر عرضه میشد. مافیا 3 یکی از بهترین داستان‌هایی رو روایت می‌کنه که تو این چند ساله توی بازی ویدیویی تجربه کردیم. داستانی که از همون آغازش یه ریتم عالی داره و گیمر رو حسابی درگیر می‌کنه و این ریتم تا آخرین لحظه بازی هم حفظ میشه. ارجاب مسائل عمیقی مثل نجات پرستی، جنگ و خصوصیات اخلاقی انسان‌ها چیزی نیست که تو هر بازی شاهد اون باشیم. هنگر 13 این مسائل رو بدون هیچ ترس یا سانسوری توی بازی خودش قرار داده و چهره واقعی آمریکا تو دهه 60 میلادی رو به تصویر کشیده. از طرف دیگه این استودیو کاراکترهایی برای بازیش خلق کرده که گیمر خیلی زود باهاشون ارتباط برقرار میکنه و این حس بهش القا میشه که انگار داره یه فیلم جنایی کلاسیک و خوش ساخت با بازیگرای حرفه‌ای رو تماشا میکنه. اما مافیا 3 شاید بتونه حس و حال دیدن یه فیلم کلاسیک با داستان و کاراکترهای عالی رو منتقل کنه، ولی خب وقتی که بخوایم وارد مبحث بازی بودن و گیم پلی بشیم، ساخته ی هنگر 13 با مشکلات متعددی دست و پنجه نرم میکنه. اولین مشکل بازی تو زمینه گیم پلی به هوش مصنوعی اون مربوط میشه. هوش مصنوعی که نمیشه اون رو قوی دونست و نه ضعیف. دشمنا تو صحنه‌های چنان حرفه‌ای شما رو محاصره می‌کنن که هوششون رو تحسین می‌کنین و گاهی هم وسط درگیری چنان بی تفاوت روبروی شما می‌ایستن که از کم عقلی اونا مات و مبهوت می‌مونن. مشکل بعدی بازی تکراری شدن ماموریت‌هاست. اگه کل بازی رو به سه بخش تقسیم کنیم، تو بخش اول شاهد مقدمه داستان هستیم که جذابیت‌های خاص خودشو داره و پس از اون نوبت بخش دوم بازی میرسه که از قضا طولانی‌ترین و خسته‌کننده‌ترین بخش هم هست و تو این قسمت فقط باید به اموال شخصی که قصد کشتنشو دارین آسیب بزنین تا اونو از مخفیگاهش بیرون بکشین و پس از کشتن اون منطقه تحت تصرفش رو مال خودتون کنین. این قسمت از بازی واقعا روندی تکراری داره و مخصوصا به دلیل تنوع خیلی پایین دشمنا مدام حس میکنین که انگار دارین همون کارهای قبلی رو فقط تو محیط جدید تکرار میکنین. ولی بخش سوم بازی که مربوط به کشتن سران مافیا میشه، هم از لحاظ تنوع مراحل شرایط خوبی داره و همین که بسیار جذاب و هیجان انگیزه. به علاوه گام پلی بازی هم با اینکه مشکلاتی تو زمینه کاورگیری داره، ولی در کل کشتن دشمنا با استفاده از تنوع بالای سلاحایی که دارین خیلی لذت بخشه. اما ویژگی های مثبت و منفی بازی به این موارد ختم نمیشه. مافیا 3 بازی جهان بازه، ولی از این ویژگی فقط اسم اون رو یدک میکشه. شهر نیو بوردو با اینکه بزرگه، ولی صرفا یه محیط بیروهه و توی اون جز اینکه از قسمت A به B برین و مأموریت های اصلی یا فرعی رو تموم کنین، کار دیگه ای نمیشه انجام داد و بازی توی این زمینه حتی از نسخه دومش هم ضعیف تره. البته خوشبختانه رانندگی تو بازی لذت بخشه و این باعث میشه که طی کردن مسیر تو این شهر بیروح بیش از این آزاردهنده نشه. ویژگی منفی بعدی بازی به گرافیک و مخصوصا بعد فنی اون مربوط میشه. از همون ابتدای بازی کیفیت پایین بافت ساختمونا، ماشینا و محیط توی ذوق میزنه و حس میکنید که با یه بازی قدیمی مربوط به 2-3 سال پیش طرف هستین و این وسط باگ‌های عجیبی هم میبینین که دور از انتظارن. البته از حق نگذاریم که طراحی چهره کاراکترها خوب کار شده و احساسات اونا رو میشه کاملا تو چهرهشون دید. از طرف دیگه بازی تو بعد هنری عملکرد بدی نداره و دیدن انعکاس نورها توی شب بارونی یا تصویر شهر تو دوردست واقعا زیباست. به علاوه انیمیشن کاراکترها و NPC ها هم خیلی خوب کار شده و مثلا دشمنا واکنش‌های خیلی طبیعی به خوردن تیر به قسمت‌های مختلف بدنشون نشون میدن. یکی دیگه از موارد مثبت بازی مربوط به صداگذاری‌ها و موسیقی‌های اونه. یکی از اصلی ترین دلایل قوی بودن شخصیت پردازی کاراکترها صداگذاری عالی اوناست و مخصوصا صدای بم و گرم لینکلن باعث میشه که دیالوگ‌هاش تا مدت‌ها تو ذهنتون بمونه. موسیقی‌های بازی هم کاملا حس و حال دهه 60 دارن و از بین تعداد از بهترین آهنگ‌های ممکن انتخاب شدن.
در حالت کلی مافیاسه بازیه که تجربه اون برای گیمرهایی که علاقه زیادی به داستان دارن و در این حال از طرفدارای اتمسفر دهه 60 70 هستن قطعا لذت بخشه. ولی این رو در نظر داشته باشین که مافیاسه هرگز یه شاهکار نیست و مشکلاتی داره که مانع تبدیل شدن بازی به یه اثر بزرگ میشه، مشکلاتی که البته برخیشون قابل رفع بودن و اگه سازنده کمی حرفه‌ای‌تر بود یا اینکه بازی کمی دیرتر عرضه میشد میتونستیم شاهد یه بازی بی‌نقص باشیم.